ما کی هستیم؟ از کجا اومدیم و به کجا میریم؟ کیهان چگونه و چرا متولد شد؟ اینها برخی از سوالات ابدی مرتبط با نجومه که تخیل و ذهن انسان از دوران باستان تا امروز رو متحیر کرده. بشر از همون ابتدا چشمای خودش رو به آسمان پر از هیبت و پرسش معطوف کرد. طلوع و غروب خورشید، مراحل ماه، تغییر فصول، حرکت سیارات و ستاره‌ها در آسمان، ظهور دنباله‌دارها و پدیده تکان دهنده خسوف و کسوف اولین مدارکی بودند که نشون می‌دادند چیزی بالاتر از آسمان وجود داره که باید کشف بشه. این حوادث کنجکاوی ما رو برانگیخت و ما رو به این فکر انداخت که اونها چی هست و به این ترتیب نجوم شروع به توسعه کرد. به طور کلی تاریخ نجوم رو میتونیم به سه بخش زمین مرکزی یا دوران باستان، دوره کهکشانی یا دوره میانه و دوره کیهانی یا نجوم مدرن تقسیم کنیم. در دوران باستان مردم اغلب ستارگان و سیاراتی که در آسمان شب دیده میشدن رو خدایان و ارواح میدونستن. برای همین معمولاً ستاره شناسا و منجمان رو کاهن یا فرستاده الهی می نامیدند و اجرام و اتفاقات آسمانی رو مظاهر و نشانه های الهی می دونستند. همچنین برخی از ستاره شناسای اولیه باور داشتند که زمین باید در مرکز جهان باشه و فرض می کردند که خورشید، ماه و ستارگان به دور زمین ساکن می گردند. البته باز هم با این حال ما از دوران باستان نشونه هایی داریم که ثابت می کنه مردمان اون زمان خیلی هم با نجوم بیگانه نبودن. آثاری که حدود 5000 سال قدمت دارن. برای مثال اهرام ثلاثه و بنای تاریخی استونهنج توی انگلستان جهتگیری نجومی دارن و با پدیده های مختلف نجومی در ارتباطن. برای مثال جهت اهرام مصر نشون میده که مصری ها آدرس های اساسی در فضا که توسط ستاره شناسان استفاده میشد رو میدونستن که ما در مورد این شگفتی اهرام ثلاثه و بقیه شگفتی های اون توی این ویدیوها توضیح دادیم که حتما بهتون پیشنهاد میکنم اونها رو ببینید. علاوه بر اینها نشونه هایی از وجود و گردآوری تقویم در بیش از 4000 سال قبل از میلاد وجود داره که مدرک خوبی از آگاهی مردمان اون زمان از مراحل ماه و حرکت خورشید در دایره البروج آسمانه. یکی از عوامل مهم برای شناخت ما از کیهان نجوم یونانیه. در دوران باستان نجوم در یونان به طور چشمگیری پیش رفت. یکی از دلایل این پیشرفت وجود افراد و فیلسوفان معروفی مثل ارسطو در یونان بود. قدیمی ترین منبع موجود که به وضوح بیان میکنه زمین یک کره است و استدلال محکمی برای تایید این ادعا ارائه میکنه کتاب ارسطوه. ارسطو توی این کتاب عنوان کرد همونطور که توی ماه گرفتگی وقتی سایه زمین روی ماه افتاده میبینیم زمین کروی و گرده. اون همچنین حرکت ستارگان از شمال به جنوب زمین هم زمینه این استدلال کرد تا با قطعیت بیشتری کروی بودن زمین رو اثبات کنه. اما وقتی راجع به نجوم در یونان حرف میزنیم آوردن اسم گالیله و گالیله ضروریه. دانشمند مشهور یونانی که به دانشی که امروز از جهان خود داریم کمک کرد. اون به خاطر تلسکوپش و اکتشافات مهم فضاییش شناخته میشه. تلسکوپ گالیله اولین تلسکوپ انسان بود که در سال 1609 ساخته شد. گالیله با تلسکوپش موفق شد تا لکه‌های خورشیدی، دره‌های ماه، طبیعت ستاره‌ای کهکشان راه شیری رو مشاهده کنه. اما اون با این تلسکوپ کشف‌های مهمی مثل حلقه‌های زحل و 4 قمر اصلی مشتری با نام‌های گانیمد، کالیستو، آیو و اروپا رو کشف کرد. مشاهدات منحصر به فرد اون جهان بینی زمان خودش رو به طور اساسی تغییر داد. در مورد گالیله و اکتشافاتش در این ویدیو میتونید بیشتر بدونید.
اگر تا اینجا از ویدیو راضی بودی حتما اون رو لایک کن، چون لایک تو باعث میشه که این ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد بشه و اونها هم این اطلاعات رو بدونن. گالیله میتونه پل خوبی باشه که از دوران باستان نجوم به دوران میانه یا کهکشانی سفر کنیم. میتوان گفت که نجوم جدید با این دوره آغاز میشه. منجمین بزرگی که در قرن 17 به تحقیق میپرداختن مثل گالیله و کپلر نشون دادن که زمین نه تنها مرکز جهان نیست، بلکه فقط یکی از سیاراتیه که به دور خورشید مرکزی میچرخه. در سال 1609 یوهانس کپلر که میتونیم بگیم قانونگذار منظومه شمسی ما هم است، کتابی به نام آسترانومیا نووا رو منتشر کرد که اکتشافات و تحقیقات مهمی رو در اون کتاب آورده بود و میتونیم به جرأت بگیم که قوانین سگانه اون از مهمترین اینها بود که به طور کامل در این ویدیو توضیحش دادیم. در این دوره معلوم شد نه تنها زمین مرکز کیهان نیست، بلکه به هیچ وجه منحصر به فرد نیست و سیاره‌ای کاملا معمولیه که به طرز معمولی حرکات معمولی داره. البته اغلب گمان میشه که کوپرنیک مرکزیت خورشید رو در قرن 16 هم اثبات کرد، ولی واقعیت اینه که مدل نجومی کوپرنیک تنها یک بدیل در کنار مدل زمین مرکزی بود و نمیتونست خورشید مرکزی رو اثبات کنه. رصدهایی که در قرن بعد گالیله انجام داد نشون میداد که سیاره زهره به دور خورشید میچرخه. کپلر نشون داد که اگر مدار سیارات رو در بیضه‌هایی به دور خورشید در نظر بگیریم، مدل دقیق تری از موقعیت سیارات خواهیم داشت. در قرن بعد فیزیک نیوتونی به طور قطع نشون داد که جرم سنگینتر باید در مرکز باشه و اجرام سبکتر به دور اون بچرخن. در خارج از انگلستان نظریه نیوتون مدتی طول کشید تا تثبیت بشه. نظریه گرداب‌های دکارت در فرانسه حاکم بود و هویگنس و کاسینی تنها بخش‌هایی از سیستم نیوتون رو پذیرفتند و فلسفه‌های خودشون رو ترجیح دادن. و به هر حال می‌رسیم به نجوم مدرن. در این دوره معلوم شد که خورشید بخشی از کهکشانیه که از بیش از 10 میلیارد ستاره تشکیل شده و خود کهکشان راه شیری یکی از تریلیون ها کهکشانیه که وجود داره. اما شاید بزرگترین نظریه‌ای که در این دوران مطرح شد نظریه انفجار بزرگ یا بیگ بنگ بود که معتبرترین مدل بین مدل های کنونی کیهان شناسیه که وجود جهان قابل مشاهده رو از ابتدایی ترین دوران شناخته شده در سراسر دوره تکامل اون توضیح میده. این مدل توصیف میکنه که چجوری جهان از یک وضعیت نخستین با دما و چگالی بسیار زیاد در گذر زمان انبساط پیدا کرده و برای طیف گسترده ای از پدیده‌های مشاهده شده از جمله فراوانی عناصر سبک، تابش زمینه کیهانی و ساختار بزرگ مقیاس توضیح جامعی ارائه میکنه که ما حتما در آینده در موردش ویدیو میسازیم. بخشی از تحقیقات نجومی یک قرن اخیر برای این بوده که تصویری کامل از جهان به دست بیاریم. تلسکوپ های نوری بزرگتر و تلسکوپ های رادیویی عظیم مثل کپلر، هابل و جیمز وب برای کمک به این تحقیقات ساخته شدند که به طور کامل در این ویدیوها در موردشون توضیح داده شده. اما فیزیکدانی که در ذهن عامه مردم بیش از همه با دوره نجوم مدرن ارتباط داده میشه آلبرت اینشتین، دانشمندی که علوم ستاره شناسی و متافیزیک به شدت به نظریه نسبیت اون وابستن. در این دوره نجومیه که ما زندگی میکنیم و تا پایان اون راه درازی رو در پیش داریم. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اگر تونستم اطلاعات مفیدی راجع به نجوم از آغاز تا به امروز به شما اضافه بکنم، خوشحال میشم ویدیو رو لایک بکنید و نظرتون رو برای ما در کامنت ها بنویسید. اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید، ما رو حتما دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس، بدرود.